برای بررسی هرچه بیشتر رویدادهای امنیتی سال 1395 در افغانستان، طرز رسیدگی حکومت به آن و ارزیابی وضع امنیتی به گونه عموم صحبت داریم با محترم دگر جنرال محمد ایوب سارنگی، سابق معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان که از طریق سکایپ مهمان برنامه ماند. آقای سارنگی سلام و خوش آمدین. خب در اول سال نو را به شما تبریک میگم. سال 1395 از لحاظ واقعات امنیتی و همچنان دستاوردهای امنیتی برای افغانستان با سالهای قبل از آن چگونه مقایسه میکنین؟ تشکر. سلامت مرز سلام خدمت همه شما و مردم متحدین افغانستان در داخل و خارج. سال نو از صمیم قلب تبریک میگم و عرض سلام دارم. سلام، معذرت میخوایم، رتبه ما استر جنرال است، نباید برای نظامی رتبهش پایین گفته شود، برای ما واقعا لازم نیست. این به خاطر گفتم که شاید تعدادی از دوستا. بله، من معذرت میخوایم. آقای استر جنرال محمد ایوب سالنگی بفرمایید. تشکر. سالی که ما پشت سر گذاشتاندیم برای مردم افغانستان، برای نیروهای امنیتی افغانستان، یک سال بسیار پرتنش و پرچالش بود، ولی خوشبختانه فرزندای مردم افغانستان در چوکات نیروهای امنیتی توانستند که اما اهداف بزرگ و مهم و استراتژیکی را که دشمنای صلح آرامی افغانستان در تبانی و همکاری با علاقات خاص و معین استخبارات منطقه ترایی کرده بودند و اونا آرزو داشتند که آرازی بیشتری در افغانستان در سطح ولایات به دست بیارند و شوراهای ساختگی خود تحت نام پشاور و کویته به داخل افغانستان انتقال بدن و برای خود یک مشروعیت ببخشند. خوشبختانه که امسال مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان برای دشمنا جواب سخت و دندانشکنی را ارائه کردند. خب شما از جواب سخت و دندانشکن یاد کردین، ولی به صورت دقیق اگر بگوین چه تغییرات مثبت و منفی را در طرز رسیدگی به وقایع امنیتی در جریان سال شاهد بودین؟ به نظرتان آیا حکومت یک استراتژی مؤثر را در بخش امنیت روی دست داشت یا خیر؟ ببین، دفاع از افغانستان و پلانایی را که دشمن داشت به خاطر اشغال بیشتر آراضی و انتقال شوراهایشان، ما پیشتر خدمت شما عرض کردم شورای کویته و شورای پشاور را میخواستن به داخل افغانستان انتقال بدن. این بزرگترین دستاورد برای نیروهای امنیتی و برای مردم افغانستان است که دشمن نتوانست برای خود یک پایگاه ثابتی را در داخل افغانستان که دویا بتوانند از داخل افغانستان فعالیت خود آغاز بکنند برای خود اینا در داخل افغانستان داشته باشند. یک موضوع دیگه بپردازیم. رئیس جمهور غنی اخیرا آقای امرالله صالح را که یک مقام حکومت قبلی بود به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و همچنان رئیس یک بورد عالی نظارتی تعیین کرد. آیا در سالهای اخیر از شما هم دعوت شده که در حکومت وحدت ملی همکار باشین و اگر شده پاسختان چی بوده؟ طبعا افغانستان خانه مشترک همه افغان است. وقتی که نیازمندی و ضرورت باشه و اولیای امور به خاطر دفاع افغانستان و سلامت افغانستان، نه تنها از ما، از هر فرد افغانستان که ضرورت باشه باید استفاده صورت بگیره. در رابطه با آقای صالح، آقای صالح یک جوان متحد، یک جوان با انرژی و یک کسی است که از همه حال و اوضاع افغانستان با خبر است. یک گزینه بسیار خوب است به خاطر استحکام پایه های نظام افغانستان و به خاطر پیشرفت کارهای نظامی و شناخت رکوب داره. ما مطمئن هستم کارهای خوبی را در بخشی که برش سپرده شده انشاءالله انجام میده و یک موضوعی که در ارتباط میگیره، امیدوار هستم که امو صلاحیت و امو دیدگاهی که تقریبا موجود است برای آقای صالح به شکل جدی سپرده شود و یک قسمت کشمکش های سیاسی مانع اجرای کارهای آقای صالح نشود. خب کشمکش های سیاسی رو یاد کردین، از نظر شما، شما هم در حکومت قبلی بودین، تجربه دارین، کشمکش هایی که در داخل حکومت بین سران حکومت واقع میشه چقدر بر طرز کارکرد نیروهای امنیتی تأثیر گذار میباشه؟ بسیار تأثیر منفی میگذاره. ما امیدوار هستم که همه رهبرهای سیاسی افغانستان، چه کسایی که در اریکه قدرت و رهبری حکومت وحدت ملی را به عهده دارند و چه سیاسیونی که بیرون از نظام هستند، شرایط کشور ما شکلی است که باید
همه بسیج، متحد، برادروار با یک صدا در مقابل نیروهای دهشت و وحشت و کسایی که بر مردم ما غم و درد می آفرینند، کشور ما را از ترقی و تعالی و پیشرفت باز می دارند، در مقابل ازیا همه باید بسیج شوند، مساله اولیای افغانستان احترام بگذارند، موضوعات منی و توی باید بگذارند، این راه سلامت و دفاع افغانستان است. ما امیدوار هستم که در این راستا اگرچه همه سیاسیون و همه مردم افغانستان به این باور هستند، یک کم کم نزاکت ها و اندکرنجی ها و مشکلاتی که هست بالای ازی هم مرور شد و این مشکلات و رنجش ها از میان برداشته شود تا ما در این سال که پیش روی داریم بتانیم با یک صدای واحد و با یک مشت محکم در مقابل دشمنای قسم خورده افغانستان و حلقات عامیان بیرونیشان، خصوصا استخبارات منطقه و استخبارات پاکستان، ما استادگی جدی خود داشته باشیم و پلان‌های از اینا را تشکر از شما ناکام بسازیم. تشکر از شما آقای سالنگی.